تلویزیون صدای شما قبلا اینو خونده بودین که صدا اسمش بود سین و صداش از امروز دو تا صدای دیگه هم که همین صدا رو میدن از شکلشون فرق میکنه باشون آشنا میشین. به این میگیم ساد و این به این میگیم سه نقطه. حالا اول راجب طرز نوشتن ساد. برای نوشتن ساد اول از روی خط به طرف بالا به صورت قوس به این صورت می نویسیم، ولی کوچیکش که الان من میخوام باشه یه کلمه بنویسم یه دونه دندونه داره، اسمش هست ساد. حالا اگر به آ بچسبه سا میشه سا. میخوام بنویسم صابون. ب او و ن شد صابون. کلمه بعد بازم با سه ساده کوچیکه ا میشه م. بعد ساده وسط یعنی ساده کوچیک وسط میاد میشه مس یا نمر مصر کشور مصر. یک کلمه دیگه ق او قو ر. حالا اینجا ساده بزرگ میخوایم بنویسیم. ساده بزرگ دیگه اون دندونش به این شکله، اینجا به این صورت نوشته میشه قرص. این ساده بزرگه. یه کلمه دیگه میخوام بنویسم صورت. س او میشه سو ر ا ر اینم ت صورت. یه کلمه دیگه هم براتون می نویسم س با سه کوچک ساده کوچک س یه دونم ب صبر. صبر تحمل یعنی طاقت. خب من اینا رو می خونم س آسا ب او ن صابون م ا مس ر مصر ق او قو ر سقرس س او سو ر ات صورت س ا سب صبر. خب دومین سه یعنی سومین سه ای که ما یاد میگیریم صداشو شبیه به ب و ت و پ هست. سه تا نقطه داره مثل پ منتها نقطه هاش بالاشه. به این صورت سه بزرگ و سه کوچک. حالا میخوام بنویسم یه کلمه بنویسم که اولش سه داشته باشه. سه نقطه. س او میشه سو. ر ا میشه ر. سو رای. دوباره میخوام بگم یا، یعنی دو تا یه نوشته میشه. اینجا باید چیکار کنم؟ تشدید بذارم. میشه سریا اسم خانومه. کلمه بعد که سه وسطش داره که ا میشه که. حالا سه کوچک با ای میشه کس. ببخشید من اینو نقطه زیاد گذاشتم. کسی کسیف. کسیف. کلمه بعد
خب می نویسم مثلث، او میشه مو. حالا این صدای سه داره، بعد با سه نقطه بنویسم مو س مسل مسل لس، تشدید داره برای لام، مسلس. دو تا سه نقطه داره، مسلس. کلمه بعد ثروت، ا میشه س سر و ات ثروت. یک کلمه دیگه هم می نویسم براتون، ا سه نقطه میشه اس، اسا، اساس. اینجا دو تا سه داره، هر دوتاش سه نقطه است. پس این شد سوریا، سو سور ر سوریا یا، تشدید داره، کسیف، اکس، ایف، کسیف. مسلس، م، او، س، ال، مسل، لس، ل، ا، اینجا یا نزوشتم، ت، س، مسلس. این یکی، سروت، س، ای میشه س، ر، سر و ات سروت. اس آ میشه ساس، اساس. اساس یعنی وسایل. خب از روی این درسم از هم کلماتش از هر کدوم دوبار بنویسید و سعی کنید که کلماتش رو از حفظ کنید تا درس بعد.